شروع کردم فرضا تو هم ثبت زدی ما هم وسط آره, آره. آره خب سلام چطورید عالی عالی اصلا یه و. روز شنبه خوبی داشتی ها یه یکم دیساپوینتمنت توش بود ولی تو آره چی دیساپوینتمنت چرا دیشب با داشتیم یه سری سیستم جدید امتحان می‌کردیم که چجوری من بتونم میکروفون خوب داشته باشم اما استفاده بکنم این میکروفونو رو آره من فرهاد من از من میکروفون گرفت و پایو سیم و اینا من از سفر یه آدیو اینترفیس قرض کردم و دادم بشه که اینا بتونه کیفیت مناسب داشته باشه بعد آدیو اینترفیس کار نکرد به سبک خیلی عجیبی برای همین صبح آره صدات یه لحظه صدا خودت یه طوری شد همین الان چی شد بده الان بهتر شد. شد الان خوب شد حالت چجوری بود بم بود اول بم شد و اینا او. الان هم هنوز همون جوری صدای من بمه نه الان خوب شد فکر کنم نه بوده. همونه اوه یه اتفاق افتاد متفاوتش تفاوتش رو ولی الان خوبه واقعا نمیدونم هنوز مشکل دارید یا ندارید دیگه نه مشکل نبود عجیب بود یعنی یه مدل جدیدی بود از داشت گرفتن آره خلاصه بعد دیگه رفتم تا مسیر خوبی و تورام کل تصادف شده بود اینا که امروز صبح آره امروز صبح که سیم بگیرم سیمم جواب نداد اون برق مورد نیاز به دستگاه نمیرسه و خلاصه نه واسه صبح ساعت چند س... بیدار میشید مگه صدای من اه... نه شادم هست نه حالا بریم اوکی من دیشم دیر خوابیدم ولی دیگه صبح باید میرفتم کار انجام میدم خب ساعت چند میداری هشت و نیم اینا بیدار شدم که اون راه که ده اونجا باشم <تصح> مگه چرا فوسد است نه شوخی کردم که نو راه افتادم ده اونجا باشم ولی نو نیم راه افتادم نیم ساعت راه بود دیگه آه آره تو چی کارون تو چه خبر من هیچی خبر خاص نیست هفته آروم و اسکی اینا دیگه چی ای این دیگه آخره. آخره <مع> .).Nah, این هفته بریم دیگه بریم تا آخر دسامبر میشه آخر هفته تا آخر دسامبر میشه آره این که همیشه نه این هفته این نرفتم <رة> <tom>. <dominate parody> <music> نه نه من آخرین چیزی که خوندم دسامبر میشه شما بیه آخر هفته باید یه ذره پول بدی نه من این هفته اسکی نرفتم بیشترش خونه بودم نجمین مادرت پس صحبتی که کرد خانم هنری این بود که ورزش های داخل سالن و بیرون سالن نه ورزش الان اعداد ارقامی که در آوردن بیشترین تعداد کیس ها توی جاهایی که هایپر ونتیلیشن داری میکنی یعنی سری نفس میکشی و تو محیط سربسته که میشه تمام محیط های ورزشی محیط ورزشیه ورزشی بسته اوناست که مشکلی یعنی حتی رستوران ها ظاهرا طبق اعدادی که دارن اونقدر منبع چیز نیست انتقال ویروس نیست در مقایسه با ورزش برای همین اونا باید کنسل بشن نه خب باید که کنسل شد یعنی آدورار آد هم آ... آد کنسل, کنسل, کنسل کردن دیگه حالا این جایی که ما فوتبال میرفتیم که الان مثلا سه هفته است که کنسله قرار بود که از این دوشنبه باز بشه اون و... که آوتدور نیست که نه نه خب از ایمیل زدن که مال ما که کنسل بود چون بیر آوتدور هم داره برای جفت ایمیل میزنن که مثلا این دورا میتونم بیان را نمیتونن بیان یا مثلا برعکس بعد گفتن که از این هفته ای که گذشت گفتن که اگر که فقط کسایی که توی همین محدوده نورت ونکوور زندگی میکنن میتونن بیان مثلا کسی از داونتاون نمیتونه بیاد و اسم داشته باشن آدرس و آیدی اینام چک میکنن و اینا ولی اونم آخر یعنی همین آخر هفته مسیج دادن گفتن که نه کنسل هم این دور هم از دور کلا رفتیم تا سال جدید حداقل به تایپ ورزشش هم رفت داره دیگه مثلا اسکی این کارو نمیکنن آخر مدلش نیست که تو تک نفره ای بعد کاملا پوشیده ای محیط بازم هستش قرارم نیست مثلا تو بری تنه به تنه بشی با یکی دیگه بعد شاید هم... که داشتیم تنه تنه تن ولی مثلا تو ادس رو می‌کنی بالای اسلوپ وایسادی از ادس سرفه می‌کنی شروع می‌کنی رفتن نه باید. نه باید. فیس کاورینگ داری همه جا اجباریه یعنی حالا اون سری ما گفتیم این کلاه ها ما داشتیم که من مثلا یه سوراخ روی دهنش داشت به من گیر دادن من سری بعد یه ماسک زیرش پوشیدم اونم روش بعدا محیط بازه یعنی هر اتفاق اونجا بیفته تو خیابونم ممکنه بیفته یکی تو خیابون سرفه بکنه تو ممکنه بری از تو شی اینجوری هم فکر یعنی کیس هایی که پیش میاد تو محیط سربسته باید باشی بیشتر از 15 دقیقه یعنی مثلا یه لحظه هم باز نمیشه آره ولی ممکنه هم هست بشه. آره دقیقش رو نمیدونن دیگه. آره. اولی اوضاع خرابه در ونکوور تعداد اعداد ارقام بالاست و اینکه فعلا برنامه ای نمیبینم داشته باشن یعنی فعلا حالا نه دا... چرا؟ احتمال میره بی... که فردا دوباره تغییر بدن تو قوانین. فردا سر دو هفته میشه. خوشم به اعلان او آره قرار بود که گفته بودن دو هفته نمیتونید برید جایی و اینا ولی توی اعداد ارقام اتفاق خاصی نیفتاد از دو هفته پیش نه نه همون, همون. یه ذره کمتر شد ولی یکی دو روزش هم بیشتر شد فکرم توی فرزاد عدد کامل هیچ تقریب من چیزی که داشتم صبح میخونم آره ولی... یه شوش کامل دو هفته نصاب دو هفته قبلش تغییری به وجود نیومد رکورد اکتیو کیس ها هم زده شد دیگه از اول کار اینقدر 8000 بعد خب اینا هم که فوت کردن بیشتر سناشون بالا بوده و توی این بیمارستان یه چیز بوده سالمندان طوری ولی خب یادتون میاد اوایل میگفتن که شما بچه ها نمیگیرن فلان و اینا الان این همکاری که من دارم گفتن که کلاس چهار مثلا چهار نفر گرفتن و کلاس چهار کلا نیاد <تصفح> آره. ولی بقیه بیان آره نه مشکلشون با سنهای کم همینه که بچه خودشون راحت حتی تو دبیرستان اینا مشکل نداشتن بعد نگاه که کردن نرخ دوچار شدن توی مدارس با بیرون فرقی نداره برای همینه که تعطیل نمیکنن <تصال> اگه ببینم مثلا نرخ مدارس به طرز معناداری بیشتره اون موقع است که تعطیل میکنن مثلا ورزش رو دیدن نرخش معنادار فرق داره ولی وقتی با اوریج جاهای دیگه یکی باشه اون حالا فعالیت رو تعطیل نمیکنن کار چیزی یعنی حساب شده است میشه از این بهتر باشه ولی اونجوری هم حالا یلخی نیستش که بگن حالا اینو ببندیم رو باز نگه داریم دارن ترک میکنن ولی <تصال> <تصال> دفتر ترودو اعلام کرده بود این بود که میگفت وقتی هم که واکسن بیاد اینا هیچ کدوم سیاست نداره از خود ترودو گرفته و خونه تا حالا بقیه اولویت ندارن واسه واکسن زدن و اولویت قراره که به آدم که واقعا نیاز دارن حالش... دلیل دیگه داره تستینگ <تص> که روی آدم دیگه اگه مشکلی پیش اومد بس آره شروع آره آمریکا اونجا چون یه عالم آدم مخالف واکسن زدنن اونجا یه سری سیاست معروف حالا ظاهرا جورج بوش شروع کرده اون رفته گفته که به, فا، به آنتونی فاچی اون اه, Infectious دیزیز اون رئیس حالا بخشی که مدیریت میکنه این بیماری عفونی رو گفته که مثلا ما چه کمکی میتونیم بکنیم صدا داره میاد بچا یکی میکرو بلنگوتون بازه نه آره حالا اون رفته گفته چه جوری میشه کمک کرد و قرار اونو کلینتون و اوباما ظاهرا توی چیز توی برنامه زنده واکسن بهشون زده بشه وقتی که اف تایید کنه اف دی تایید کنه بعد چیزه که مردم مثلا ترغیب شن ببینن اینا هم زدن مشکلی نبوده یعنی بکشن پایین رو گفتید تو نوا داشت مسخره میکرد ترامپو میگن که بعد تریور ناداشو گفتش که اصلا من چرا ترامپ نرفته شرکت کنه تو این قضیه چون تا وقتی اف تایید کنه اونم میشه پرزیدنت گذشته آمریکا بعد میگو البته خوب این خوب خودش یه دور گرفته و احتمالا ایمنه ولی اگه بره تو برنامه میگه که من به طرف میگه که من راحت نیستم مثلا جلو دوربین بکشم پایین بعد بهش میگن که خب نه اصلا قرار فقط تو بازود بزنی بعد میگه دیگه, دیگه دیره من, من کشیدم یه بعد جای دیگه تزریق بکنی بعد اینو رو در میاره با صدای خودش وای خیلی داره خرم هم هنوز خونه است فکر کنم من تصویریشو نمیبینم ولی آخرین بار که دیدم خونه بود یه سری میمه زیاد در اومده حالا که این اسم این سه نفر رو گفتی حالا میکسنس کرد برام پس به خاطر این بوده ستایشون رو ستایشو ستایشو که اینا رو هم کشیده دستشون های هم گذاشتن رو دارن آینده در نگاه میکنن آره دیگه آدمی. ببین چه جوری چقدر فرق هست تو اونجا مجبورن یه همچین کاری بکنن که آدما ترغیب شن برن واکسن رو بزنن چون میری کلی جنبش ضد واکسن هست توی آمریکا همینجا هست الان شعار بده چی میگن تو ایران لیدر لیدر ان وای میسن جلو همه دست میزنن و اینا تو فوتبال تو استادیوم آره، آره. لیدر کناکس اه، که آهنگا رو میخونه و اصلا سرود ملی اینا رو میخونه الان شده پرچمدار این دوستان ضد ماسک و تو شهر که میرن و مثلا تظاهرات دارن و اینا آهنگاشو ایشون میخونه یا میکروفون رو ایشون دست میگیره نمیگه گیریمش ایشون میگه این حالا توی این هفته ای که گذشت طولانی که نشد من میتونم بگم نه بگو اصلا من, من, این من یه اکسپوجری اتفاق افتاد از اطرافیان و من مجبور شدم که برم تست بدم اه؟ و آره من رفتم تست دادم و در حد این که مثلا صبح رفتم تست دادم تا چهار بعد از ظهر جوابشو بهم دادن اصلا ببین یه جور عجیبی ها اصلا خودم باورم نمیشد یعنی این طرف که خودش اکسپوژر داشته رفته تست داده قبولش نکردن گفتن نمیتونی تست بدی بعد من رفتم تست اینا و الان قرقرهش اومده دیگه چوب به جای فرو نمیکنن او تو قرقره کردی؟ آره یه چیز یه محلول میذاره تو دهنت میگه قرقره کن و و تو برای همین زود اومد جواب نمی نه گفت هیچ فرقی هم نمیکنه ازش پرسیدم که کدومش سری تره چون میخواستم سری بدونم بعد گفتش که نه هیچ فرقی نمیکنه میتونی اگر که یک ساعت قبلش هیچی نبخ خورده باشی نه آب نه غذا هیچی مسواک نواز زده باشی اینا ناشتا من بلند شدم رفتم و داد صبح اول صبح یه قرقره کردیم و توف کردیم و تا ظهرش جواب شما تک زدن که کنسل برو دنبال کاره ولی خب جالب بود یه اکسپرینس عجیبی بود استرس خاصی افتاد ها. ببین من برای خودم که استرس نداشتم برای مثلا اطرافیان اون شخص استرس داشتم که خالصا نشونه بالا بود و اینا ولی خب اه... ام... همه اوکی هست هم خدا رو شکر خیلی آره ولی خب میگم من خودم فکر نمیکنم این برم این تست رو بدم شانس ما مثلا <applause> زنه گفتش که مثلا دو روزه این قرقرش اومده وگرنه باید چوب فرو اوه. خیلی <applause> <applause> خوبه آره, <تصفيق> <تصفيق> آره. <تصفيق> یه قرقره میکنی و من این تست رو سریع‌تر تر بدن مثلا قبل اینکه سوار هواپیماشن یا استادیوم برن از این کار بکن که سر کلاس برن آخه یاروش ویسی... این بود مثلا اینطوری بود که میگفتش که 24 تا 72 ساعت طول میکشه اصلا تکس اومد من پشمام ریخته بود که آقا مثلا انقدر سریع جواب رو به من دادن پس دل به کار ندادن برای چی؟ 24 ساعت و 4 ساعت دادن یعنی کشت نکردن خوب خوز آقا مثل انتخابات هم چیز بود ولی خلوت بود یعنی من رفتم اول که با, با, با ماشین بریم یعنی درایو ثرو با ماشین بعد بری تو اینا پارک میکنی دو نفر میان بالا سر تو مثلا سوال و اینا میپرسن و اینا شاید یه نفر دیگه اونجا بود و زیاد اصلا شلوغ نبود یعنی نسبت بود. به تعداد کیسایی که در اتفاق میفته تو نورتون توی الان افتاده ب... پشت والمارت تو نورتون نسبت به تعداد کیسایی که بود اون شخصی که واقعا اکسپوز شده بود اون چیز کرد اون میگفتش که انقدر شلوغ من راه ندادن گفتم برو خونه قرنطینه کن ولی این تو نورتانیه هیچ مشکلی نداشت کارو اینی که گفتید وسیت اومده با یه سری محقق دانشگاه یو بی سی میخوان یه پایلتی رو اجرا بکنن که تو خود چیز تو خود پولگوان یه تست خیلی سریع داشته باشن واسه تک تک که میخوان سوار بشن حالا اون تا تو هفته دیگه جوابش میاد من آگست داشتم میخوندم ایر داشت یه طرح میداد که همه رو تست کنه قبل اینکه سوارشن ولی عملی نشد مم. نمیدونم ای ای یعنی هزینه داره احتمالا همین اگه هزینه ای تست رو بیاد پایین سرعتش بره بالا اینجوری خیلی بیشتر میشه کنترل کرد حداقل یه سری فعالیتها رو میشه ادامه داد اون من گفتم اینا که باید سری نفس بکشی و محیط بسته باشی عامل اوله دور همیای خانوادگی هم خیلی مهمه توی حال آمریکا از 20 میاد این دوتا عامل که وحشت نکن حتی یعنی رستوران ها خیلی مثل که چیز نیستن که الان داره بدتر هم میشه دیگه داریم میریم تو هالیدی سیزن و چه میدم تنکسکیوینگ رو گذارندیم و الان کریسمس و چه نیویر و اینا همه چیک تو چیک لب تو لب میخوام بشین خانواده ها کنار هم دیگه آره بخاطر مراسمی که وجود داره آره. حالا تو دوله ایران هم که شبیه الله سالا این هم در نظر بگیریم و چند هفته هفته دیگه آقا بریم بریم سر اپیزودمون ها پایه این بریم آم. بریم بریم سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با ما سلام سلام جونم براتون بگی که امروز اپیزود 265 و و ماست هفته 17 هم از فصل 6 برگشتیم با یه اپیزود دیگه خوبید خوشید سلامتید مشکل نداری چجوریه برنامه تون همه سعی و سالم بر همه نشستین تو خونه بودم همه بره. خوب و سری و ساله عالی چه دپرشن عجیبی گرفتی کارون چرا اینجوری هفته پیش باز قبراختر بودی این هفته باز یه جوری نحیف افتادی رو اون سندلی و نه بابا با تو اینجوری میگونی نه چی آرومه آره هنگ بشت نزنی چون <laughs> <laughs> میدید آدم ها اگه خیلی رو فرم باشن یکی این جمله رو بهشون بگه اصلا اتوماتیک از رو فرم بودن میان بیرون نه آخه از معلوم آروم مثلا آروم امروز داری صحبت میکنی آروم پیکاپ میکنه یواش یواش همه خوب و خوشید و چیزی بود بخوایم بگیم قبل از اپیزود یا خیر یا اینکه سری بریم سر اپیزود کارون فرزاد یه چیزی میخواست بگه من میکروفونم حالا به مشکل برخورده فکر کنم درستش کنم بعد آخر اپیزود بگم چی شده الان مشکله؟ نه این یه پیچی داشت افتاده و هی میافته و یه بدتر شد من میوت میکنم شما ادامه بدید صد دو که رفت مبل آره بگو فا کارنجا آ تو چیزی نشتی بگی اصلا هیچی کی من آره قبل اپیزود یا یه تیکه بریم سر اپیزود نه چرا میتونیم صحبت کنیم قبلش بفرمایید تیکه هفته پیش من شروع کردم سنگین چیز دیدن دوباره سوپرانوز دیدن <applause> چون من اونو شروع کردم خیلی داشتم میدیدم بعد دارک اومد دیگه همه چی گذاشتم کنار بعد دارک تموم شد دپرشن بعد دارک بود شد زندگی دیگه بی شده بود هدف خاصی تو زندگی نبود و اینا بعد تازه ریکاور کردم شروع کردم اینو دیدن ادامه دادم یعنی خیلی خوبه خیلی خوب شخصیت پردازی کردن یعنی <applause> قشنگ تو ارتباط برقرار میکنی تایپ شخصیت ها رو میشناسی احتمال میدی بر اساس حالا هر حادثه ای که میفته کدوم شخصیت چه واکنشی چی قراره نشون بده کلا هم خیلی چیز روتینی اصلا موضوع پیچیده ای نیست یعنی فکر تو درگیری نمیکنی میتونی حالا ریلکس کنی یه پیری بزنی یه غذایی بزنی نگاه کنی ولی خب یه داستان خیلی رونده داره از خانواده مافیایی بزرگ توی آمریکا خیلی جالبه خیلی خوب شخصیت پردازی شده بر اساس واقعیت فکر نمی کنم. نی، نیمیش مثل اینکه واقع... یعنی خیلی هاش نمی... اتفاق افتاده نمیدونم من تو خوندی من یه سری پادکستر که راجعی صحبت میکردن نظر میدادن آره ایک، یکی یک دوستشم توی هالیوود بودن میگفتن خیلی از این اتفاقا واقعا افتاده آره ممکنه حالا مدلایی که حالا آدما رو میکشن و پول میگیرن و اینا واقعیت باشه ولی آره خود ساختار خانواده رو نمیدونم ولی <applause> آره چیز دیگه میگن یکی از بهترین سریال های تاریخ بشریت دیگه تو کلا این سریال های و فیلم های مافیایی رو دوست داری یعنی من به این نتیجه رسیدم من آره ما مثلا گاد رو خیلی دوست داشتم حتی خب به خاطر بازیایی که میکنن دیگه بازیگرا خیلی قوی توشون انتخاب میکنن مثلا شما گادفادر یک مارلون براندو الپچینا که الپتشینا بوده بود اصلا بی نظیر بود آها اینو گفتی آدم گادفادر سه رو دارن آخرش رو عوض میکنن دوباره میسازن بهش میگن چی؟ ریمستر فکر کنم خب. چون اه، اه، گادفادر سه رو که در واقع اومد یه سری حالا منتقدین میگفتن که با کیفیت گادفادری یک و دو نبود <متصف> میگفتن که پایانش پایان خوبی نبود بعد من چند وقت پیش خوندم که دارن ریمسترش میکنن پایانش رو عوض میکنن سریال نه یه ده دقیقه بیست بخشی فیلم ده دقیقه بیست دقیقه کوتاهتره توی همین دستام رو هم قراره بیاد اه. ولی میگن که خیلی خوبه و اینا آره یعنی میشه گادفادر سه دو ریمستر نمیدونم چی بهش میگن اصلا دو ریمستر دیگه سه ریمستر سه ریمستر آره. آره. مثلا معمولا اینطوری که یه دونه جدید وقتی میدن طولانی تر میشه مثلا بهش میگن اکستندد ورژن یه سری چیزا بهش اضافه میکنن ولی اعتمارا میخوام آخه تور... نه اینو نمیتونن اضافه کنن این 1900 هم 90 92 اصلا فیلم برداری شده الان بازیگر از یه شکلی دیگه اضافه که میشه مجبورن کوتاهش کنن ولی پایانش قرار عوض شه من آره. فیلم ریمستر شده تو رو ندیدم چی چی فردی طور میخوان تمامش کنن نی... منم هم... نمیدونم من حالا خیلی فیلم باز نیستم ولی من نمیدونم حالا گادفادر دوستا من حالا یه مشکلی که اخیرا بهش پی بردم دارم اینه که راجع به فیلم و سریال دیدن این اتنشن اسپن خیلی اومده پایین اگه که کارون فارسیش هم کمک کنی اتنشن اسپن دامنه یه يعني... توجه <applause> آره آره حواس آره، ترک آره، نه خیلی زود خسته میشن بیشتر مست... مثلا ده دقیقه و اینه. مثلا دارک رو شروع کم دیدن و خب کم یکم هم... نیاز داره تفکر کنی بفهمی چی شد مثلا بعد اپیزود یک دیگه نتونستم ببینم خیلی حال کردم ولی نمیتونم ببینم مثلا همین گادفادر رو اصلا نمیتونم پاش بشینم میدینی چی شاید نه دوست, دوست نداری این سبب نه خیلی دوست دارم. دیگه واقعا یکی از فیوریت ولی نمیتونم بشن همون هیچ سریالی ها نمیتونی یا و فقط اینا رو کوتاه نه بعد کوتاه بشه مثلا اون چیز مادر اونم یه اون فرق داره آخه نه میدونی می چی اذیتم میکنه موقعی که یه سریا رو بخوام دوبله شده شو ببینم یا اینکه باز نویس ببینم آخر. این دو تا من اذیت میکنه یعنی موقعی که مثلا طرف داره صحبت مثلا چی بود خدای امین مانی هایست مانی هایست آره اون اون من اذیت میکرد چون مثلا جوری که طرف لب میزد با صداه حالا خیلی خوب درآورده بودن و واقعا بعضی جاش مثلاً مونه میزد و اینا ولی من اذیت میشم یعنی باید اون چیز اصلیش اون صدای اصلی اون شخصی که داره واقعا بازی میکنه رو بشنوم این منو خیلی اذیت میکنه معمولا برای همین چیزایی که دوبلس یا وزیر زیر نویس داشته باشه و اینا مثلا اون توی نتفلیکس در مورد این گنگستر چی بود گذاشته بودن زیر نویس خیلیش آره پابلو اون اون منو اذیت میکرد چون باید هی پاس کنم بخونم مطمئن شدم که درست خوندم و اینا اونو انقدر قشنگ درست کردم تو اصلا همون فقط نگاه بکنی تصویری دستارو... آره میفهمی ولی خب نه بعضی موقع کام اون گفتگویی که داشت خیلی مهم بود دیگه من میفهمیدی کی داره کیو اونجا سر میباره حالا <تصفح> اینو <تصفح> میگی سوپرانوس چون چیزن آدمای های ادبیاتی که به کار میبرن اصلا اینا لحجه نیو جرزی دارن جرزی آلوان. آره آره نیو جرزی فرق داره لحجهشون بعد اینو اصلا نمیشه یعنی من که حالا چون نیتیف نیستن خیلی سختم حرفی که خود اینا میزنن و بفهم چون حالا اصطلاحاتی هم که به کار میبرن عجیب غریب من یه وقتی مثلا میرم سرچ میکنم بیدن همچون چیزی بیرون هست یه سری اصطلاح برای خود سریال مثلا اینا تولید کردن همچون مفهومی اصلا بیرون نیست یه سری هم خب اصطلاحات کوچه بازاری دیگه بعد حالا این چیز داستان اینجوریه که این حالا آدم مافیایی میره با یه روانشناسی صحبت میکنه و خیلی جالب مثلا روانشناسی که صحبت میکنه تو قشنگ میفهمی چون حالا ادبیات کلاسیک به کار میبره آروم حرف میزنه سنجیده اینا که صحبت میکنه از این لحجه ای به کار میبره مجبوری زیرنویس بخونی هیچ <مازم> رقمه نمیشه فهمید نه سریال انگلیسی و زیرنویس همیشه میذارم یعنی <خم> خب که چی نه چون که ببین تو به خاطر مثلا سریالی که انگلیسیه تو هم میشنویش خوندنش خیلی راحته یعنی مثلا 90 درصدش رو اسکیپ می‌کنی یه نه؟ تیکش مثلا شاید میکنی. آره مثلا یه تیکش مثلا یه کلمه رو شاید نفهمی مثلا اونجا نگاه میکنی ولی سریالی که داره مثلا اسپانیایی صحبت می‌کنه زیرنویس داره اون اذیتم می‌کنه آره شخص حالا یا... حالا سریال دارک دوبله شده انگلیسیش مثلا یه کلمات رو استفاده میکنه زیر نویسش انگلیسی آه یه آه کلمات آه دیگه بعد از اینم دیدم اینم دیدم آره این دیدم، این, آه دیدم. آه این, میشی. این دیگه نکست بعد بیننده اینطوری میشه یه اون موقع تو تصمیم گیری کدوم کلمه بهتر بود مانی اینطوری بود دیگه اگه خاطرتون باشه مانی هایستم زیر نویسش مانی... با چیزش متفاوت بود من مانه اصلی می و... آره بعض موقع راست میگیم مانه هایست ببین آخه دارک مثلا فارسی بذارن آدم سخت فهمیدنش یعنی خود داستان رو فهمیدن سخته این حالا دوبله انگلیسی زیرنویسش هم با اون دوبله فرق داره اصلا تو مثلا چهار تا پردازنده میخواد هر کدوم یه چیز رو پردازش کنه به تو بگه آقا من این هفته خواب دارکیم دیدم کارون دیده بود شما دو هفته از کارون عقبی خواب دیدم که از یه رستوران اومدم بیرون دیدم که ماشین نیست و مثلا محتاقا نشسته و تو ماشین نیستش برفتم تاریک تاریک شده بود یعنی تاریک بود تاریکی مرگ برفتم در ماشین مثلا صد من جلوتره نشستم تو ماشین که فرار کنم دیدم عین دارک مثلا ماشین برقش خاموش روشن میشه چراغش خاموش روشن. با داد و صدای عرعر از خواب بیدار شدم کردم تو سریالم واقعا یه داد میزدی؟ بیدارم شدی داشتی؟ حالا یه صدای مثلا ناله ناله می و پرنده اینا نمی رو کپوتو ماشین نرسید نرسید به اونجا یه ذره می شستیم یکی داشته از تونل رد می شده بگو بگو بریم سر اپیزودت ببینیم چه خبر چی آوردی نیم ساعت داریم نیم ساعت همین رو ببندیم دیگه خوبیش دیگه یه 18 1978 جنگل های گایانا گایانا میدونی کجاست؟ نه ما ما سر کار یه همکاری داشتیم ازش پرسیدیم مثلا قیافه میخورد که هندی باشن بعد همه هم این بود که هندی هن ازش پرسیدیم گذاشتیم گایانا هم بعد ما اینجوری که گایانا اینا کجاست بعد گفت توی آمریکا جنوبی رفتیم دیدیم آره فارسی بهش میگن گویان نمیدونم یه کشور کوچیکی توی آمریکا جنوبی خیلی هم جمعیت نداره آره 18 نوامبر 1978 909 نفر آمریکایی که 304 تاشون اه... کودک بودن اونجا مرده روی زمین پیدا میشن همه کنار هم دراز کشیدن همه مردن خیلی پیسفول یعنی خیلی تو آرامش و اینا. کشته نشدن خودکشی کردن و این بیشترین تعداد آمریکاییایی که در واقع شهروند آمریکایی که کشته شده تا قبل از واقع 11 سپتامبر تا قبل اون این بیشترین تعداد آمریکایی شهروند آمریکایی که تو یه حادثه کشته شده خب حالا داستان چی بوده اینا همشون سیانور خورده بودن خودخواسته عین 99 نفر طی یه حرکت دست جمعی به اسم خودکشی انقلابی در اعتراض وضعیت غیر انسانی دنیا تا این حالا آدم قدیمی تر یادشونه اون موقع 1978 اخبار اینا خیلی سر صدا کرد چون یه حادثه وحشتناکیه عکس ها اینا آره رو که نگاه کنی عکس از بالا گرفتن کف زمین همینجور دراز به دراز آدم خودکشی کردن داستان چیه؟ یه شخصی به اسم چی؟ جیم جونز یه حالا واعظ و رهبر گروهی بوده به اسم پیپلز تمپل خب که این آه. در واقع این فرقه رو سال 1950 تاسیس کرد 1978 هم که همشون دست جمعی حالا بد شد اصلا دیدن. آره جیب، جیب جونز تاون درسته؟ آره اسمش آره حالا داستان چیه؟ ایشون این فرقه رو که تشکیل داده 1950 توی آمریکا جونز تاون درسته؟ <applause> آره اینا در واقع گرایش های حالات سوسیالیستی کمونیستی طور داشتن بعد این یه گروهی دور خودش جمع کرده توی جای مختلف آمریکا بودن و بعد پا میشن میرن گایانا اونجا شروع میکنن همین شهر جونز تاون که در واقع یوتوپیا مدینه فاضله سعی میکنن اونجا اون شهر مطلوبشون رو ساختن توی جنگل های گایانا بعد اه، یه سناتور آمریکایی پا میشه میره با یه سری خبرنگار اونجا به خاطر یه سری حالا گزارش میاد که اینا حقوق و بشر رو زیر پا گذاشتن این سناتور آمریکایی که میره اونجا با این گروه صحبت میکنه و دیدار میکنه یه سری از آدمای همین گروه میان بهش میگن که یه جوری ما رو فراری بده یه جوری انگار مثلا اینا اونجا گیر کرده بودن و اینا ما رو فراری بده بعد خلاصه حالا اینا یه سری صحبت‌ها می‌کنن میکنن دیتیلش با میرن. این سناتور آمریکایی با خبرنگارا که داشتن از اونجا بر به آمریکا فرودگاه که میخوان سوار به ما بشن یه سری آدمای همین گروه پی، پیپل تمپل میرن اینا رو به رگبار میبندن همه اونا رو میکشن یه چند جون سالم به در میبرن ولی مهمش اینه که این آقای سناتور اونجا کشته میشه خب این سناتور اونجا کشته میشه بعد ظاهرا این گروه مدام در تماس بوده با اتحاد جماهیر شوروی اون موقع قبل فروپاشی که بالاخره اینا مثلا یه جوری برن پناهنده بشن و اینا بعد این اتفاق که میفته اتحاد جماهیر بهشون میگه که حالا ظاهرا که بعد این تروری که شما انجام دادی دیگه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته ما نمیتونیم شما رو بپذیریم اونجا این آقای جونز جیم جونز تصمیم میگیره که این خودکشی دست جمعی رو پیاده سازی بکنه خب انقدر وحشت بردهانه استکبار مشت آره. بردهانه آره دیگه تا... چیزشون هم در واقع انگیزه شون خودکشی انقلابی در اعتراض به وضعیت غیر انسانی دنیا م. اینقدر وحشتناک بوده این 304 تا کودکی که اونجا بودن مامان باباه به اینا سیانور خورونده بودن یعنی اول به بچه ها سیانور دادن ببینن بعد بزرگا خودشونو کشتن خب بعد این که این تصمیم و میگی رو میگیره و میخواد انجام بده خانومش ظاهرا مخالفت میکنه بعد خانومش هم قانع میکنه و مردم اونجا دیگه تو حالت گریه و اینا بودن که این کار میخواد انجام بشه آقا سخنرانی میکنه میگه که تمومش کنید این طریقه ای که مردم سوسیالیست و کمونیست میمیرن نیست ما باید با, با، باید با وقار بمیریم از مرگ نترسید مرگ فقط قدم گذاشتن به یه سطح دیگه ایه که خب این اتفاق هم یه یه شبه نیفتاده آقا تمرین داشتن این گروه یه سری مراسم شبیه سازی خودکشی انجام داده بودن به اسم White Nights خب که اینا دور هم جمع میشدن خودکشی و شبیه سازی میکردن که در این حد که این آقای جونز به یه سری آدم یه نوشیدنی میداده به اینا میگفته که این سمیه یعنی اونا فکر میکردن که اینو بخورن میمیرن و میخوردن هم. بعد میفهمیدن که خودم از آن زایه اینا یعنی هی تمرین کردن آخر تمرینه رو پیاده سازی کردن با این باور که بعد از مرگشون قدم میذارن به یه سطح دیگه یه سوال وایت سفید آره. آره. Okay. چه معنی دیگه میتونه بده؟ نه فکرم نایت آره. آره. نه آره نایت شب بعد حالا اینو که ما میشنویم اینجوریم که بابا با با این مثلا چه آدم احمقی بودن این 909 نفر رفتن اینو دنبال کردن و مثلا کی همچین کاری میکنه و اینا hmm. جالب اینه که اصلا همچین چیزی نیست اولا که هر کدوم ماها ممکنه تو شرایط مشابه اون کارو بکنیم بد در از اون بدتر هر کدوم ما همین الان ممکنه تو شرایط مشابهش باشیم نه با این شدت و غلزت جلوتر توضیح میدم ولی این چیزیه که کلا ما انسان ها خیلی در واقع آسیب جلوش ممکنه بریم توی یه راهی بیافتیم و یه چیزی رو دنبال کنیم که اگه حالا از بود بیرونی بهش نگاه بشه اصلا منطقی به نظر نمیاد دیگه الان این خبره رو نمیدونم خوندید یا نه که دو تا برادر خواهرشون رو سر بریدن جدید تو ایران با. آره داستان اینجوری بوده که این خواهر ظاهرا پلیس با یه مردی ظاهرا اینو گرفته بوده بعد اینا میرن خواهر رو از پاسکا حالا میگیرن سرش رو میبرن خودشون هم میرن تحویل میدن دوباره یه قتل ناموسی دیگه که بعد اون حالا داستان اون دختر جوان شمالی که پدرش کشته بودش اینا رو خبری که ما میشنویم قطعا خیلی بیشتر از این ما نمیشنویم اینا رو شما از بیرون نگاه کنی یا تاریخ مثلا 100 سال 200 سال دیگه بیاد اینا رو مرور کنه میگه که بابا مثلا اینا چه آدمایی یعنی ان اصلا همچین چیزی ممکن ممکنه تو همچین کاری بکنی م. ولی خب میگم خیلی ماها آسیب در مقابل اینکه یه سری افکار و عقاید رو دنبال کنیم تا تهش تمام و کمال بدون اینکه بهش فکر کنیم حالا برگردیم رو همین موضوع میگم آدم نگاه میکنه میگه که اینا کی مثلا چه کاری رفتن انجام دادن حالا مستند اوشو رو اگه دیده باشید کسی دید از بین شما توی آره, آره. آره. وایلد وایلد آره. که اونا که نگاه کنید ببینید بابا چقدر آدم حسابی با اینا بودن دکتر مهندس وکیل اینا شهر ساختن, ساختن. میخوام بگم یعنی یه باید. شهر مستقل به خود قائمه به خود ساختن و در واقع همون یوتوپیایی که مد نظر اون گروه بوده رو داشتن اونجا به وجود می آوردن پس اینجوری نیستش که ما بگیم حالا مثلا یه سری احمقان که میرن اینا رو دنبال میکنن نه خیلی آدمای تحصیل کردن ممکن این کار انجام بدن حالا اوشو کاری که میکرد فرق داشت در سطح با کاری که در واقع این آقای جیم جونز می کرد ولی ماهیت کار میتونه یکی باشه اون مصنده اکسپلیندم هم اگه دیده باشید اون یه قسمت داره راجع به همین موضوعی که من صحبت میکنم به اسم کالت این مفهومی که من امروز راجع بهش صحبت میکنم کالت حالا یا فرقه است که از ریشه لاتین کالتس میاد <applause> آره بعد مفهوم چیه حالا ما تو فارسی فرقه زیاد به کار میبریم میگه فرق حالا یه مقدار معنی قدیمی تر هم داره که حالا ادیان فرقه های مختلفی میتونسته باشن داشته باشن ولی به معنی مدرنش ما امروز بهش اشاره میکنیم که اینطور تعریف میکنه که یه گروه اجتماعی که حالا باورهای دینی یا باورهای معنوی spiritual یا فلسفی دارن یا علاقه به یه شخص یا هدف شناخته شده چی؟ حالت سیاسی هم داریم اه آه؟ نمیدونم من خب سیاسی یعنی اینجوری که توی دولت باشن یا اهداف سیاسی داشتن اهداف سیاسی دارن آره آره حالا میگم چجوریه کلا یه گروهی که باور به یه مفهوم خاصی رو دارن و حالا اون رو دنبال میکنن یه سری کار براش انجام میدن درستان. مثلا اون اوشور رو که دیده باشید این سه تا در واقع انگیزه اصلی داشت کپیتالیزم سکشوالیتی، سپریچوالیتی یعنی اصلا مخالف این نبودش که آدما باید زندگی شیکی داشته باشن کلی رول داشت و کلی ساعت رولکس مثلا گرون داشت بعد اصلا سکشوالیتی رو محدود نمیکرد توی مستندش بود آره آدما خیلی آزاد بودن توی اون شهرشون هر جا با هر کی و کلی هم کار معنوی میکردن فعالیت های معنوی مدیتیشن انجام میدادن این حالا موتیویشن اون گروه بود گروه های مختلف هر کدوم موتیویشن های مختلف دارن که آره بعد حالا روانشناس رو ها اومدن بررسی کردن مطالعه کردن این مدل گروه ها رو که چه جوری شکل میگیرن سه تا ویژگی مشترک پیدا کردن توی شکل گیری همه این گروه ها اولیش که خیلی مهمه اینه که یه شخصیت کاریزماتیک یا خداگونه اون بالا هست حالا اون اوشو خود شخصیت کائینه مثل خدا میپرستیدن اینکه حرف میزد اون اه... گریه میکردن آدم ها این حرف میزد آره اصلا گریه میکردن هر چی که اون میگفت و قبول داشتن این جیم جونز هم همین بوده یه شخصیت کاریزماتیک اون بالا هست این ویژگی شماره یک همشونه ویژگی شماره دو اه... thought reform یا mind control انجام میدن به یه نحوی این شخصیت کاریزماتیک وارد مغز این آدما میشه که از حالا هوش و باورهای مختلفن و میتونه اینا رو کنترل کنه تو آدم معمولی رو تو خیابون بهش بگی برو سیانور بخور همجوری بهت فوش میده میره ولی این آقای جیم جونز کاری کرد نه تنها خود طرف سیانور میخوره که حاضر میشه بچه خودشم هم بهش سیانور بده که این خیلی عجیبه به اون لول رسیدن و مورد سوم اینه که به یه نحوی اینا از اعضای خودشون سو استفاده میکنن حالا یا سکشواله یا مالیه فایننشاله امه. اینه این ست و ویژگیه که تمام این کالت های مختلف داره حالا اینم باز خیلی موضوع صحبت امروز ما نیست که اینا چه ویژگی دارن بیشتر میخوام راجع به این صحبت کنم که چی میشه که آدما جذب این کالتا میشن این فرقه ها میشن خب میگه که این کالتا کاری که انجام میدن اول شما رو جذب میکنن یعنی یه کیفیتی به شما نشون میده که شما جذب قضیه میشید بهش علاقه من میشید بعد که این مرحله جذب انجام شد شروع میکنه شما رو منیپولیت کردن افکار شما رو دستکاری میکنه که اینو حالا ما تو رابطه با آدما هم ممکنه دیده باشیم یه سری آدما هستن خب اول خیلی جذابن شما رو جذب میکنن ولی از دیگه به بعد دیگه ممکنه حالا خداگاه یا ناخداگاه شروع میکنه شما رو افکار شما رو دستکاری کردن ایمان میخندی نه گفتی که افکار شما رو دستکاری کردم خواستم میگم تو کیس آقای اوشو خودتونم هم ممکنه دستکاری کنن فقط به افکارتون بسنده نمیکنن تو اینجور نا اوشو اتفاقا خیلی خ... بسته بوده هیچ خبری هم ازش بیرون نمیاد آره خودش شخصا نه ولی فیلمایی که پخش میشد ازش دیگه طرف دیگه اون توی اون اتاقی که داشتن نه نه ولی خود شخص خود شخص خیلی بسته بود حتی اون اسم خانم فرات چی بود باش تو رو خود یکیشون سرچ کنه بگو خیلی مهمه خیلی خانم شخصیت خیلی قوی اتفاقا از شخصیت اون خانم خیلی خوشم اومد اصلا مستند در واقع بر اساس روایت نیش چی چی نه نه راجیش فامیلی خود آقا میشا نه 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 واقعا اسمش که اینجاست دیگه بزن او شوز رایت هند شیلا 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 آره شیلا بسیار آدم باهوش و کاریزماتیکی بود حالا بعد که به هم اختلاف میخورن اوشو میاد میگه که من میگه که شیلا ایز ا بیچ خب تو سخنرانیش بعد اینکه فرار میکنه بعد میگه که آی never made love to her خب یعنی اونجا میگه که من اصلا با این, این آدم که حالا همسرش هم بود همبستر نشده یعنی که خیلی وسته بوده اصلا معلوم نبوده که این داره چیکار میکنه حالا با اونش کاری نداریم خیلی به نظر من آدم خفنی بوده این شیلا و بسیار مستند زیبایی هم ساختن با اینکه اینا با اون وضعیت از هم جدا شدن هنوز راجبش حرف میزد دیدید که این اشک تو چشاش جمع میشد منقلب میشد آدم دیگه وکیل نه مهندس اونا همچنان اشک تو چشاشون جمع میشد یعنی اینا به یه جایی از مغز و احساسات آدم نفوذ نفوز می کنن که حتی بعد این همه سال هنوز تحت تاثیر قرارش میده حتی اگه پایان خوشی هم نداشته وضعیه حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته که آدما جذب این داستانا دا میشن شناسه که اومدن مطالعه کردن هفت مرحله داره ظاهرا اینا رو من برای همین مستند اکسپلیند قسمت کالتش دارم میگم اینا رو اونجا مطرح کرده میگه مرحله اول اینه که شما توی یه شرایط آسیب پذیر هستی خب مثلا شکست عشقی خوردی مشکل مالی داری یه خلأ بدی تو زندگیت میگه شما وقتی توی اون وضعیت آسی پذیر والنربل که هستی بیشتر حاضری که بری چیزای جدید رو امتحان کنی او. چون توی اون شرایط که هستی شروع میکنی به خودت شک کردن میگی اصلا با, با همه کارهایی که من توی زندگی انجام دادم درست نبوده یه ایراد اساسی احتمالا یه جایی هست و برای اون ایراد برای رفع کردن اون ایراد اساسی تو میای دست میندازی به یه همچین مفهومی که از بیرون هست حالا چه جوری این کار انجام میده میگه که شما اولا تو مرحله آسیب پذیری دو یه وجهه لطیف و آرامش بخش به شما نشون میده خب مثلا جلسات مدیتیشن گروهی میری میشینی گروهی مدیتیشن میکنی بعد چه آرامشی یا چه انرژی خوبی یا اینا یا مثلا انجیل میخونن فرد نخند الان وقت جلو راجع اون انرژی من راجعه خودم دارم آره یه وجه لطیفی به تو نشون میدن آرامش مدیتیشن انجیل میخونم یعنی اه، انگار اه، تو تو اون شرایط آسی پذیر که هستی والنربل که هستی یه حس خلا آره حس خلا رو داری دیگه این یه جوری میاد اون خلا رو خیلی لطیف میخواد برای تو پر کنه این دوه سه یه میگه یه واقعیت جدید برای تو تعریف میکنن شما رو ایزوله میکنن از محیط بیرون مثلا تو همین مستند با یه خانمی صحبت میکرد میگه توی یه کالت دیگه بود میگه ما اصلا به اخبار و تلویزیون و اینای بیرون دسترسی نداشتیم حالا کاری که کره شمالی با مردمش میکنه اینا به اطلاعات آزاد دسترسی ندارن نمیدونن بیرون چه خبره یه واقعیت جدید براشون تعریف میشه <متصف> یعنی ذهن رو توی شرایطی قرار میده اطلاعات درست که به نرسه همون اطلاعاتی که میرسه رو تو باور میکنی الان ما چجوری ما من به شما یه خبر بگم بگم مثلا فلان اتفاق افتاده تو میری سرچ میکنی حالا یا حرف من درسته یا غلطه تو دسترسی داری به چهار تا منبع دیگه میتونی سوابق سنگین بکنی ولی وقتی هیچ اطلاعات دیگه در اختیار شما نباشه من این خبر رو به شما بگم یه نفر دیگه هم بگه نفر سوم هم بگه شما دیگه باور میکنید بله <متصف> چهار مورد چهارم ای... قابل احترام هم برات باشه دیگه یعنی این طرف مثلا آره آفری اه... این دقیقا مورد چهارمه شما یه رابطه خیلی مهمی هم با رهبر اون فرقه دارید خب اه... اون گفتم یه شخصیت کاریزماتیک خداگونه است دیگه شما شروع میکنید باور کردن که همه غلطن اون درسته بله درست مورد پنجم یه دشمن خارجی اکسترنال انمی برای شما تعریف میکنن و به شما میگن که حالا اگه این کالت رو ترک کنید اون اکسترنال انمی شما چجوری میتونه شما رو بهتون آسیب بزنه دیگه کار به جایی میرسه که تو اصلا استدلال شخصی هم دیگه نمیتونی بکنی هر چیزی که اونا گفتن رو باور میکنی و فکر میکنی که واقعا حالا من از اینجا برم بیرون یکی کسی باده. نیست از من حمایت کنه آره مورد ششم که به نظر من از همش مهمتره پیر پرشره که حالا فارسی شد ویکیپدیا قشنگ داره شد فشار همتا این میگه که ویژگی ذاتی ما انسان هاست که, یه، که عضوی از یه گروهی باشیم خب میگه همه ما اینو دوست یه آزمایش خیلی باحال انجام دادن شاید دیده باشید فرض کنید مثلا 6 7 نفر رو میذارن توی یه اتاقی بعد از اینا بجز یه نفرشون که موضوع آزمایشه بقیه همه هماهنگ شده است یعنی بقیه همه میدونن آزمایش چه خبر بعد به اینا چهار تا خط نشون میدن یه خط سمت چپ سه تا سمت راست مثلا میگن این خط سمت چپ هم اندازه کدوم یکی از این سمت راستی است و خیلی تشخیص دادنش راحته به وضوح مثلا با خط شماره دو از سمت راست این اینا هم اندازن بعد اینجوریه که مثلا شش نفر اول که توی آزمایش دستن در کاران، همه میگن خط شماره یک مثلا به وضوع کوچیکتر از این خط معیاره به اون نفری که مورد آزمایشی که میرسه فیلمش رو نگاه کنید یارو ببین مثلا اینجوری هست اونم میگه مثلا خط شماره یک با اینکه معلوم خط شماره دوه ولی اون دقیقا مثال پیر پرشره اون در واقع خواسته اون فرد که همسو باشه با اون آدما فارسی میگن گر خواهید نشوی رست با همرنگ جماعت شو اون با اینکه تو اون لحظه به حماقت خودش داره میخنده که من چه احمقم که میدونم این خط اندازه اون نیست ولی همچنان به زبون میارم ولی سهه میذاره من اون آدم احمقم بذارم من همرنگ جماعت که زایه نشم نه ولی خب البته این نماز آدم به دونسته های خودش شک میکنه دیگه شک میکنه. به قول تو وقتی که میبینی مثلا 4 5 نفر می اگه مثلا 4 نفر 5 نفر دارن به یه چیز دیگه مثلا همه کسایی که اونجا هستن به غیر از به یه چیزی باور دارن الان به خودش هم شک میکنه دیگه همین دیگه دقیقاً همینه نه. تو به خودت شک میکنی در صورتی که در واقع سنجیدن این که اون خط اندازه کدوم خیلی کار راحتیه مثلا تو یه مسئله خیلی پیچیده ریاضی حل نمیکنی که بگی حالا من شاید اینجا رو اشتباه کردم اونا همه درست رفتن جواب درست رو به دست آورد یه چیز معلومه واضحه که این دوتا هم اندازه نیستن ولی اونجا دقیقا تو به خودت شک میکنی و واسه اینکه توی اون جمع قرار بگیری در واقع میری که خودت رو شبیه بقیه بکنی و این مورد شیشون بود که مثلا خیلی ما در نهایتش اینه که شما جذب اون فردی میشید که اختلال شخصیتی خودشیفتگی داره یارو نارسیسیسته این رهبر کاریزماتیک اینجوریه دیگه طرف تاش تصمیم گرفت که الان وقتشی که خودمون رو بکشیم و سیانور بخورید و این داستانه نکته چیه نکته اینه که اکثر آدمایی که توی کالت هستن توی اون فرقه هستن نمیدونن که توی اون فرقه هستن یعنی این این مطالعه که از بیرون انجام شده ما این هفت تا ویژگی رو در آوردیم گفتیم کالتا سه تا ویژگی مشترک دارن هفت مرحله داره که شما جذب کالت بشید ولی خود تو که توشی اون شخص رو درست مطلق میبینی کارهایی که اون شخص به تو میگه انجام بده, انجام بده رو درست مطلق میبینی اینا موردهای اکستریم میشه که تو گذشته بود ما توی الان کالت های به شکل دیگه ای داریم که حالا من جلوتر به شما باهاتون صحبت میکنم راجبش که هر کدوم ما تک تک, تک, تک ماها درگیرش هستیم مثلا هدف من راجب برای صحبت کردن راجع این موضوع همین بوده که بیشتر به قسمت آخری قضیه برسم و حالا این هفته مرحله رو که آدم ها انجام میدن در واقع رد میکنن میرن به دنبال حالا پیدا کردن اون معنایی که اون رهبر کاریزماتیک داره تعریف میکنه وارد حالا پروسه ساختن اون آرمان شهر یوتوپیا میشن که حالا توی اوشوی شهری توی آمریکا رو انتخاب کردن این گروه آقای همین جیم جونز رفتن جونستان توی گایانا رو شروع کردن ساختن شروع میکنی آرمان شهر رو ساختن چون در واقع دشمن مشترک همه شما نظام کنونی دنیاه که هیچ کدوم از این شهرها و نظامها باب میل شما نیست و در واقع بر اساس ناعدالتی بی ادالتی بنا شده در شروع میکنی به ساختن اون چیزی که میخوای میشه کامنت بدم؟ کوروش هم میخواد کوروش تو پیا بزنه همین داستانه دیگه نه واقعا همین میتونه باشه میتونه همین باشه چون می‌بینیم مثلا یه سری آدم دنبال روشن واقعا هم دوستش دارن حالا به هر دلیلی آره دیگه یه مورد هفتم که گفتی که پودکست هم کالته هلی. نه بابا ما. ما خودمون هم دوست نداریم دیگه ما یه <تصفح> نه خودمون هم نیست تو مهم نیست خودت خودت دوست داری مهم نیست که یه عده دیگه مثلا از اون ایدئولوژی یا مثلا از اون پروداکتی که داری میدی خوششون میاد مثلا اپلم کالت محسوب میشه آفرین به اون آره. میرسم به نظر من میشه حالا آفایم. نه با اون تعریف رسمیش ولی با یه تعریف لاه توفیق و اید لایل هم آره. مورد آخری که کارون گفتی که خودمون نمیدونیم اگه تو کالت باشیم آره آره و آخه مثلا مثالی مثل همه اوشو و حالا دنبال کننده هاش اینا دیگه واقعا حتی ظاهری هم خودشون رو جدا کرده بودن از جامعه ساختمون های خودشون رو داشتن راهسازی خودشون رو داشتن یعنی خیلی به قولی متمایز بودن با بقیه یعنی با این حال اونها نمیتونن باور بکنن که آقا ما چیزیم جدای از جامعه توی اون اتمسفر باشی توی اون جو باشی خودت خیلی چیزها رو متوجه نمیشی چه بسا که بودندی دیگه کسایی که مثلا چقدر بودن توی داعش طرف رفته بود از انگلیس رفته بود جون کرده بود بعد رفته بود دیده بود که آقا این عبرام نیست ولی تا موقعی که اونجا بوده داشته کارهایی که اینا میگفتن رو میکرده و حالا مثلا یا مثلا خودتو, خودتو متمایز بدونی خودتو برتر بدونی خب مطمئنا افراد خودشون رو یه برتری حس میکنن دیگه میگن ما ما تو این کالتیم یا ما این افکار رو پیش میگیریم چون که دیگر افکار مثلا دونه یا مثلا این, این, اینی که ما داریم انجام میدیم و پیش گرفتیم درسته این اینه به نظر من یعنی اون آدما قطعا میدونن که متفاوتن با آدمای بیرون هم. ولی این که میگه نمیدونن توی کالتن نمیدونن توی اون فرقه یعنی که هدف غلطی داره به نظر اونا اونا که آه. درستن و توی انسان معمولی درگیره حالا روزمره و حالا اخباری و اطلاعاتی که دولت به تو میدن شدی امه. تویی که نمیدونی اونا یه گروه کوچیکی هن که فهمیدن دنیا چجوری کار میکنه اون معنای حقیقی رو پیدا کردن و دارن برای ساختن اون معنای حقیقی تلاش میکنن این داستان تو خیلی شبیه ولی خب آره شبیه یک کتابی سال 1983 چاپ شده آقای بندیکت اندرسن به نام به نام Imagine Community خب که این میاد ملیتگرایی رو تحلیل میکنه و یه ملت رو یه گروه اجتماعی در نظر میگیره که آدم ها خودش رو عضو اون گروه در نظر میگیرن خب اینو چرا در واقع بهش اشاره, اشاره کردم همین لفظ Imagine Community رو در نظر بگیرید به اینکه قد این کالتا محدود بودن به جغرافیا یعنی حالا کالتا آقای اوشو اونایی بودن که از هند شروع کردن و حالا اومدن توی اون ناحیه از آمریکا این آقای جیم جونز از آمریکا شروع کردن رفتن توی گایانا ولی الان که اینترنت هست دیگه این محدودیت جغرافیایی برداشته شده اتفاقا کالتا میتونن تو تمام نقاط مختلف دنیا وجود داشته باشن و خیلی سریع هم به همدیگه برسن حالا بچههایی که ردیت کار میکنن اینو دقیقا میفهمن ردیت برخلاف حالا شبکه های اجتماعی دیگه متکلم وحده نیست گروه ها توشون همه با هم متکلم ملغه همه با هم دارن صحبت میکنن مثلا شما توی اینستاگرام باشی مثلا پیج خود ماها بهش دسترسی داریم ما توش پست میذاریم بقیه ممکنه کامنت بذارن ردیت اومده مفهومی درست کرده به اسم کامیونیتی ساب خب این ساب ریدیت ها تو به هر چرندی که علاقه داشته باشی یه سابردیت خودت داری خیلیشون خوبه و توی اون سابریت همه آدما مشارکت میکنن با هم اطلاعاتشون رو در میون میزنن. و دیگه مهم نیست تو توی آمریکایی توی ایرانی توی نیجریه هر جای دنیا اینا با هم اطلاعاتشون رو شیر میکنن و یه نزدیکی حس میکنن به خاطر علاقه به یه مفهوم مشترک و این سابریت تو میتونه خیلی چیزای سطح بالا مثلا چون از مطالب علمی فیزیک کوانتوم زیست شناسی نمیدونم مطالب حقوقی باورهای سیاسی بگیر تا یه دونه برای فرات فرستادم مثلا سابردیت ترکوندن جوش یه سری آدم که جوششونو رو جو فیلم میگرفتن میذاشن همه مدلی اون تو هست و بالاخره یه سری به این چیزا علاقه دارن سابردیت دارک داریم اون تو راجو سریال دارک من مثلا میرم اونجا میخونم و حال میکنم چهار نفر دیگرم هم میبینم که اه اه به این مفهوم علاقه دارن با هم اطلاعات رد و بدل میکنیم خوش میگذره پس این اینترنت این در واقع محدودیت اه اه کالتا رو که قدیم در واقع محدود به مرزهای جغرافی بوده رو کامل برداشته شما از هر نقطه دنیا میتونی با آدم های دیگه در ارتباط باشی مثلا چه وقت پیش اینجا هالووین بود خب من توی پنج سالی که توی کانادا بودم من به شخصه برای هالوین هیچ کاری نکردم یه دورش فقط همین آقای ترامپ رو پوشیدیم که همه هنگ باشم با شما ها. یه بارشم یکی مثلا یه جوهری روی صورت من ریخت و اینا اینه ایران رو یه فیلم امسال من دیدن یکی بر من فرستاد یه مهمونی هالوین توی ایران بود وسط کرونا اصلا لباس که اون تو بود بعد. ها؟ مریزی آره آها لباس که اون تو بود بعد یارو یه بارتندر داشت مثلا یه مشروب اونجا چیره بود که اینجا مثلا توی بار واقعی بری نیست خب این اه... اینترنت این کارو کرده دیگه و اگر نه اجداد ما که هیچ وقت هالووین رو تو ایران جشن نمی گرفتن که هالووین <applause> مزگان آره ما که همچین چیزی نداشتیم که <applause> این اینترنت باعث شده که این حالا این طرز تفکر ایجاد شه و اون آدما حالا با تمام وجود برن شرکت کنن توی مراسم راجع به بدی خوبیش من اصلا صحبت نمی کنم. <applause> اون من پس جداست راجع به صحبت میکنیم که چه جوری الان خیلی سریع میتونه این تفکرات منتقل بشه همه جای دنیا حالا این داستان ایمجین کامیونیتی رو که من گفتم آقای یوال نوا هراری هم توی کتابش بهش اشاره میکنه و میگه که حالا مثلا الان شما ممکنه ایمجین کامیونیتی چون طرفداران بیانسه مثلا خب همه اینا مثلا با اون خواننده علاقه دارن سی دی هاشو میخرن ممکنه لباسایی که اون بخره رو بخرن از این داستان ها انجام بدن یا مثلا ایمان بگو ایمجین کامیونیتی جامعه گیمرا. خب بله. اینا مثلا هدست مشخص دارن صندلیای مشخص نور اتاق مشخص یه سری بازی ها. بله بعد ونکوور یه دونه حالا کالت حالا کالت نگیم همین از اینجا به بعد بیایید بهش بگیم ایمجین کامیونیتی خب ونکوور یه دونه خوبش رو داره اونایی که یوگا کار میکنن خب شما حتما باید بری لباسه لولمن بخری صد اصلا نخرید یوگا چیزه قبول نیست <applause> بعد تنید. یه سبک که زندگی سالمم هم باید داشته باشی غذا تو باید از اول هفته آماده کنی از این, این بطری ها آره فبزیجات <تصفح> آره. آره آره آفه اسموتیو باید بخوری <تصفح> بعد باید به این باور داشته باشی که رژیم غذایی که ما الان داریم مثلا خیلی بده شما باید بری با اسموتی و قرص و این چیزا همه اونا رو درست کنی اینا من داستان یوگا رفتن خودم ایمان که چند بار تعریف کردم یه دور من گفتم اونجا من چه نوشیدنی خوردم نه میشنویم نگفتم آره ما آره نگو... ای... آب آ... نه, نه نه با یکی از دوستان رفته بودیم و خب بعد بعدش که تموم شد این من... به من گفت این به من گفتش که بیا بریم اینجا یه نوشیدنی چای چی بود چای شکلات یه, یه چیزی چای یه چیزی داره خیلی خوشمزه گفتم که بریم رفتیم اونجا فقط یه دونه مثلا استکان از این مونده بود همه خورده بودن بعد این استکان آخر رو ریخت و این دوستان به من گفت میخوریم گفتم نه مثلا برای مهم نیست یه خانم دیگه اونجا بود گفت آره من میدونم این خوشمزه ترین و خیلی ناراحتم که تمام شد اصلا خیلی آرامش بخش و اینا بله این دوستان های استراکی بود مثلا یه خورده بخوریم و من خوردم ببین مثلا تجربه من این بود یه آب گرمی بود که یه ذره مثلا یه تهمزه فرض کنید شکلات اون عقبش بود خیلی در دور دست یه تهمزه شکلات ولی خب اینو چون توی اون محیط آرامش بخش توی اون ظاهر شکیل داشتن به شما ارائه میدادن اون آدم باور داشت که بابا این اصلا بهترین چای دونه در صورتی که چای دمی که ما ایرانیا قاطی میکنیم چای شمال و با نمیدونم نم چی چی به نظر من خیلی هم خوشتمتر بود هم خیلی خوشمزه تر ولی اونجا اون جو ایجاد شد که با این اصلا یه حس دیگه داره به تو میده و همان هم بهش باور داشتن و اینو نخوری باختی شایر شایر. خوب. <applause> آره چایر چایر حرف که قشنگ نیست خب آره این مثلا کالتی که ما تو انکور خیلی داریم به خاطر دو تا دو تا دو, دو تا مثال هم بزنم بگو دیگه الان اونجا که باید خودت راحت بریز بیرون تو هر مهمونی میشینی میری اینا باید همه رو پاره کنی بگی بگی من میکنم از این مب مبحث. این هست اینطوری غذا بخورین اینطوری آره آره ماشین باید حتما پریس داشته باشی یا تسلا آن برقی باشه برقی باشه طرفدار محیط باشه البته الان به خیلی ها شاید بخوره ولی اونم احساس میکنم یه چیزا یه ذهنیتی که درست کردن توی من خودم با خیلی هاشون در ارتباطم واقعا اینطوری نیست که همیشه مثلا تبلیغ بشه ولی خب بعضی دیدم که اینطوریه هم نمیتونی اون توی جنرالایز بکنی یعنی تبلیغ خیلی هوشمندانه است نظر من تبلیغ هوشمندانه نیاز به آدم هوشمند داره اینو بیا قبول کنیم دیگه نه پشت این, این شرکت ها آدم هوشمند شر... تارم... نه نه من دارم اشخاصی رو که ماها باشون مثلا میگه مهمونی مثلا اشخاصی که مثلا میبینیم شاید همشون اونطوری نباشن که با یه ذهنیت آماده اومده باشن که بخوان تبلیغ بکنن یورا مثلا خوشش میاد مثلا من میشینم یه جا مثلا گیمینگ دوست دارم مثلا میگم دیگه و فلان بیسار خب یعنی بعد بر... با این ذهنیت تبلیغ اونطوری نیست همیشه یعنی اینم هم در نظر داشته باشی ده ذهنیت نیشه. تبلیغ جنبه, جنبه شوخی و چیزشو گفتم مطمئنا اینطوری نیست مطمئنا این حتماً هم... رو کولی... آره کلیگویی کردم ولی چون کارون گفت اه... یه یه توی ونکوور و اینا خب میماش خیلی زیاد هست و خی... خیلی بیشتر آره جوکای زیاد ساخته میشه اینجا 100 درصد ببین اه... داستان اینه که خود اون آدمم که نمیخواد تبلیغ بکنه چون برای اون که سودی نداره اون سیستمایی که از بالا اون کمپانیا انقدر قشنگ این پروسه رو تراحی کردن که تو خودتو جزوی از اون ایمجین کامیونیتی میدونی و دوست داری که بقیه رو هم به این زندگی قشنگی که تو داری وارد کنی که چه مثلا آرامشی هست که حالا این کار رو انجام میدی چه سبک زندگی من خود نفی حالا میگم نفی خود نفس مدیتیشن و یوگا اینا رو من کاری باش ندارم اصلا خوبی و بدی اون اینجا در واقع مورد بحث ما نیست اون حالا مزایاشو تحقیقات علمی میتونه اثبات کنه بحث اینه که اون چیزایی که از جانب اون مفهوم اصلی میاد یعنی خود یوگا کردن که شما با شورتی که تو ایران هم خریده باشی که میتونی انجامش بدی ادرا. ولی حالا این که شما بری مثلا فلان کمپانی فلان برند و با اون قیمت بخری بازم نمیگم بده یا خوبه اون دیگه میشه کالت اون میشه ایمجین کامیونیتی که شما واسه اینکه خودتون رو جزوی از اون محیط بدونید مجبورید که در واقع با قواعد بازی اونها این بازی رو انجام بدید خب. مثلا اینجا ما توی ونکوور باز داریم جامعه آدم های موفق خب این آدم های موفق اینا مثلا سبک لباس پوشیدن مشخص دارن سوشال میدیاشون باید همیشه مثلا فیلم و استوری از کتابایی که میخونن باشه هر روز صبح خب اینا باید از موفقیت خودشون در واقع فیلم اینا بگیرن در اختیار من و شما قرار بدن که آدم های موفقی نیستیم که بفهمیم چه جوری زندگی موفق یعنی چی خلی خلی این یه نکته کوچیکی میتونم بگم قبل اینکه موو کنه. کنیم بله بفهم بفهم یه چیزی که دیگه است گفتی که برای خود طرف شاید نفی نداشته باشه که بیا تبلیغ بکنه یعنی لزوما بس... نداره ولی در اکثر مواقع داره دیگه تو مثلا میری توی جمع مثلا گیاهخواری مثلا من خودم مثلا من گوشتخارم میرم توی جمعی که همه گیاهخوارن دوست دارم بقیه رو مثل خودم بکنم یعنی برای من راحت تره وقتی که اطرافیانم هم مثل من شروع میکنن فکر کردن برای همین یه تبلیغ اونطوری میکنی دیگه همیشه این بستگی ده. به نگاهت داره دیگه یعنی اصلا تو دارکو که مثلا داری نگاه میکنی دوست داری که یه نفر دیگه باشه که بتونی در مورد همین موضوع باش صحبت بکنی برای همین شاید بری دوجه تبلیغش هم بکنی شاید از مثلا چیز نفی مالی برای تو نداره یکی دیگه مثلا من بشینم ببینم خب ولی بیشتر شاید یه نفع معنوی داشته باشه که تو یه نفر دیگر هم داری که بتونی باهاش صحبت کنی یه نفر دیگه است احساس امنیت میکنی دیگه طرف مثلا علایقش با تو یکیه اگر که تعداد افرادی که علایقشون با تو یکی باشه توی جامعه تو احتمالا اونجا امتری اونجا آدمی هستی که میتونی اظهار از از نظر بکنی میتونی مثلا صحبت بکنی هیچ وقت ترد نمیشی تو اون جامعه ای که حالا اطرافیات هستن آره دیگه این همون داستانه پیر پرشر است اون مورد شیشمه مثلا چه من توی جمع شما شروع کنم جوروگن گوش دادن خب منی که حالا من گوش ندادم ولی شما سه تا گوش میدید اون پیر پرشر است من واسه اینکه حالا همراه شما بشم این کار رو انجام میدم یا مثلا تو چیز نمیدیدی گیم اف ترونز نمیدیدی مثلا همه ماها دیدیم تو از یه جایی به بعد شروع کرد یا فرهاد مثلا فیفا بازی نمیکنه شروع کنه فیفا بازی, بازی یا فرزاد اول اپیزود گفتید شروع کرد بازی کرد یعنی اون کار رو خود شخص لزوما انجام نمیده ولی چند نفر اطرافش انجام میدن تو هم به خودت میگی که حالا شاید هم خوبه من برم تستش کنم این پیر پرشره و این این در واقع خصلت ما انسان میخوایم عضو یه گروهی باشیم دوست. و حالا دیگه یه جاهایی از حد میگذره دیگه این عضو گروه بودن اصلا اون اصل قضیه رو ما یادمون میره که حالا اصل قضیه اینه که من ورزش کنم تن سالمی داشته باشم یا نه برم مثلا اینقدر خرج لباس بکنم اینقدر خرج مثلا مواد حالا چیز بگید مواد آره نورمال فارسی شه مواد مغزی باشم نمیدونم برای اسموتی فلان بخورم فلان قرص و فلان پودر و اینا دیگه از اون اصل قضیه که ورزش کردن و سالم کردن از ما داریم دور میشیم داریم خودمون رو یه جور دیگه ای نمایش میدیم اینجا حالا ها مکمل آوته. آره مکمل, آفه. مکمل. مثلا این چیزا اینا که موتور هار, هارلی دیویدسون سوار میشه خب لفظ اینه که سوار موتور بشی تو ولی حالا در کنار اون چی میاد توی اون کاد لبا... لباس چرم میاد کفش فلان میاد هزار تا چیز دیگه میاد یه نفر همیشه مطوری... پشت باید بشینه موتوری که سوار میشی اگه پوتیتو 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 اصلا موتور نیست <اش> <كت> <تصح> <التصح> آره میدونی خود قضیه خب موتوره دیگه اینا اینا همش داره با اون میاد و اینا روش مطالعات روانشناسی انجام شده که چی میشه ما آدم ها درگیره این داستان میشیم حالا این مثال جامعه آدم موفق و این چیزا که مثال زرد چی ولی خب مثال خوبم داره اینجا مثلا ونکوور بنا... یه چیز جالبی که داره به نظر من این فرهنگ دویدنه یه عالمه دو حالا ماراتون اینا بچه زیاد شرکت کردن انجام میشه همه مدل آدمی میره اون تو شرکت میکنه همه دونده خفن نیستن هر کی با هر آمادگی جسمانی هر وزنی میره شرکت این خوبه این بخش مثبت قضیه است که این پیر پرشره باعث میشه که شما که حالا من خیلی ورزشکار نباشی بری وارد اون قضیه شی یا ریز پر... مثبت داره آخرش بود دیگه آره پیر پرشر رو من و تو هم تاثیر گذاشت ما رفتیم اون دکیومنت او البته تو خودت که با من واسه نکن دیگه فکر کنم نه تو دو اون دوره که ما اون هم با امو حسن دویده بودیم این همه داستان امو حسن براتون دارم نه شوخی میکنم آره من زمین که شما دیگه نزنید تو سر بچه این من اصلا یه جور باش از بایی رفت باشی من دارم برای سوخت شوخی میکنم آبا آره باشه اول شدیو سه زوشگی خود خوده <applause> ام، چیز دیگه میگن شما میانگین پنج نفر دور و هستید خب قطعا شما توی محیطی که قرار میگیرید نمیتونی داده پرت باشی داده پرت باشی از یا از اون محیط حذف میشی یا از اون محیط حذف میشی به هر طریقه. خودت میری یا بقیه حذف میکنن تو به بالاخره باید یه سری حالا ایمان هفته پیش گفت دیست مشترک اون دیست مشترک یعنی یه سری علایق مشترک ما باید داشته باشیم که بالاخره تو گروه باشیم دقیقا همون مفهوم پیر پرشر است یا چه مثلا شما برنامه نویسا رو نگاه کنید سریال سیلیکن سل... ولی رو اگه دیده باشید توی اون خب مثلا می‌بینی برنامه نویسی یه سری آدمای مثلا نردن که لباسهای مثلا خیلی راحت معمولی میپوشند و همش مثلا پشت کامپیوتر بازی زیاد میکنن این خب دوباره اون ایمجین کامیونیتی برنامه نسی. همه باید میم نگاه کنن خیلی میم باید بخونید اگه مثلا برنامه نویسی و آره اینا رو گفتم که اینجوری در واقع این ترانزیشن از کالتی که قدیم مطرح میشد اون فرقه هایی که حالا یه ویژگی مشخص داشتن یه جا زندگی میکردن مثلا این کالت آقای اوشو همه لباسه ز... قرمز رنگ باید میپوشیدن این دیگه تغییر پیدا کرده به الان که ماها کالت های مجازی داریم داشت میگفتش که توی همین مستند اکسپلیند اه... میگفتش که در واقع آدمات چون تنها تر دارن میشن حالا دلیل اصلیش اینه که دیگه تو شما برای زندگی کردن نیاز به کس دیگه ای نداری قدیم تو نیاز داشتی حالا توی یه خانواده باشی ازت محافظت کنه یکی مثلا چه میدونم گوشت میاره یکی نون میپزه یکی نمیدونم چیکار میکنه ولی الان من اینجا تنها دارم زندگی میکنم هیچ نیازی هم دیگه ندارم چهار نفر دیگه دور و برم باشه برای این چیزها باشه. و, دیگه و این در واقع توانایی تنها زندگی کردن به علاوه تنها شدن به خاطر وجود همین مفاهیم مجازی آدم ها رو توی کالت های مختلف داره قرار میده مثالش همون سابردیت هایی که من گفتم یا شما اینستاگرام مثلا ممکنه چند نفر رو دنبال کنید کاراش انجام بدید سخنرانه انگیزشی من اینو زیاد میبینم یه خلعه هایی رو ما تو خودمون پیدا میکنیم و که برای پر کردن اون خلا چنگ میندازیم به یه چیزی سخنرانی انگیزشی گوش میدیم نمیدونم میریم مثلا یوگا شروع میکنیم با جوانه به قضیه یعنی لباس لولو اون چایایی که خیلی طعم عجیب غریبی داره و این داستان ها. و حالا همون مثالی که اپل زد به نظر من ایمان زد راجع به اپل به نظر من ایمان اپل <applause> کمپانیا روانشناسی فوق العاده ای انجام میدن که حالا اینایی که اپل استفاده میکنن مثالش اینه که میگن اپل محصولات اپل مثل بچه سرطانیه اه. اه، تو مثلا یکیشو بگیری دیگه هی باید بیافتی خرج کردن تو مثلا میری گوشیشو میگیری بعد مثلا به شما تبلیغ میکنه آره حالا مکم داشته باشی اینا با هم راحت سینک میشن از این اپلیکیشن هست اونو میگیری و مثلا میری ساعتش هم میگیری که زربان قلب تو همیشه بهت بگه چون مثلا اجداد شما عادت داشتن هر لحظه زربان قلب شما بدونن چون ندونید نمیشه مثلا. بعد دیگه اونو میگیری هر چی که بیاد میگیری و هر سال مثلا گوشی جدید میگیری بنفیش جدید سلامت هم داره یعنی اون برای کسایی که مثلا سنشون بالا با واقعا بعضی موقع از مرگ حتمی نجاتشون داده اینا حالا حالا اونو میتونه مثلا یه چیپ دیگه ای باشه دیگه ساعت اپل لزوما اون کارو نمیتونه ن... نیازی نیست انجام بده بعد دیگه مثلا گوشی جدیدش رو تو هر سال باید بری بگیری چون مثلا اون بنچمارک جدیدی که روی پردازنده جدید ران کردن و دیدن مثلا سی درصد از پردازنده قدیم بهتر بودن تو زندگی روزانه شما تاثیر میذاره و شما چون آدمی هستی که مثلا از اون گوشی استفاده حرفه‌ای میکنی اون فرق داره این این روانشناسی خیلی عجیب غریبی اینو انجام میدن که شما رو میندازن توی این قضیه که بری و مدام کارهایی رو بکنی که نه اونها به صورت مشخص و واضح که به صورت خیلی زمینی توی ذهن ماها قرار میدن که این کار انجام نفع شخصی داره براش نفع شخصی داره این نفع. نفع. شخصی داره ولی به نظر روانشناسی خیلی قشنگ انجام شده این کمپانیا از این قضیه دارن استفاده میکنن و کلا اصلا این اپیزود راجع اپیزود رو راجبه اینا صحبت کردم که به اینجا برسم که اینا در واقع این که آدم ها خودشون رو واسه این که تنها نبینن شبیه یه سری آدم های دیگه میکنن که توی یه گروه های دیگه پذیرفته بشن این یکسان سازیه برای من یه ذره نامطلوبه به خاطر اینکه اون هر کدوم از ماها انسان های منحصر به فردی هستیم هر کدوم ماها علایقی داریم که با همدیگه فرق داره هر کدوم ماها میتونیم کیفیتی رو از خودمون نشون بدیم که با بقیه فرق داره حالا اگه یه سری قدرت و یه سری برنامه ریزی باشه که آدم ها رو کلاستر کلاستر بکنه بذاره توی این گروه های مختلف مثلا جامعه اونایی که اپل استفاده میکنن اونایی که گوشی اندروید دارن اونایی که حالا یوگا کار میکنن اونایی که ننم موتور هالی دیویدسون سوار میشه اینا رو خب همه رو داره یکسان میکنه عین هم میکنه این در واقع منحصر به فرد بودن رو که از تک تک آدم ها بگیری ارزش کمتری به جامعه به صورت کلی اضافه میشه خب این حالا ایراد رو به مدارس هم میگیرن دیگه میگن چه خبره چرا بو میزنه به مدارس هم میگیرن میگن نه این نه. که شما آره میگن اینکه شما این همه بچه رو برید بذارید توی یک کلاس درس یکسان بهشون بدی حالا چند تا کتگوری داره ما توی ایران بودیم حالا ریاضی فیزیک انسانی تجربیه میگن این درست نیست به خاطر که هر کدوم اینا ویژگی منحصر به فرد خودشونو داره و باید آموزش منحصر به فرد رو داشته باشه که مباحث حالا هوم که اینجا هست و توی ایران نیست مطرح میشه که بچه‌ها خونه میمونن خانواده بهشون درس ولی کلا من با این قضیه مشکل دارم که همه رو شبیه هم میکنن یعنی مثلا شما اگه فلان همین مثال یوگا رو زدیم اینجوریه شما باید اینجوری باشی باید دارم به تو یه دفترچه نمیده بگه اینا رو دنبال کن ولی به مرور شروع میکنی اونجوری شدن حس میکنی اگه اون کارا رو نکنی شبیه اونا نیستی یا اپل داری دیگه باید همه مسئله جانبیش هم داشته باشی یا مورد دیگه که از ما زیاد در مورد ترایب بودن هم صحبت کردیم یعنی آدم ها یه نیازی دارن که توی اجتماعی باشن جزو یک جامعه ای باشن و این همیشه بهشون کمک کرده واسه از دواز ذهنی فکری و از شاید از دوازه امنیتی و دیدیم که مثال های خیلی زیادی بوده که آدم ها موقعی که یک جامعه شدن دست به دست هم دیگه دادن تونستن از اون استورم کاترینا بود چی بود توی آمریکا اومد تونستن از اون سروایو بکنن یه،, یه سری از این حالا محله هایی که دیرتر بهشون کمک رسید و اینا اینا با وقتی که با هم دیگه بودن تونستن از اون مشکلی که بود بیرون بیان و خب اینم یه جورایی یه حس کامیونیتی میده دیگه مثلا کسایی که هارلی دیویدسون دارن با هم دیگه مثلا میتینگ دارن چه هر یک شنبه هر هفته از مثلا از نقطه ای میرن تا اسکوامیش مثلا برمیگردن و با هم, هم و این یه حس با هم بودن رو به اینا میده شاید یه حسیه که تو بیلانگ کردن بگو تعلق 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 یه گروهی داری که شاید توی حالا زندگی واقعی نتونستی یه همچین ریلیشنشیپی و یه همچین دوستی و با یه سری دیگه از افراد داشته باشی و این نظر من بد نیست حالا میتونه چیزای خیلی مثبتی هم داشته باشه به من نگفتم بده من انواع اقسام مثالا رو زدم دیگه گفتم یه سریاش زرده ولی حالا اون دویدن زندگی سالم کردن اینا همش خوبه کسی نمیگه اینا بده ولی اون او استاندارد توه ها درسته که دویدن و زندگی سالم مثلا میتونه خوب باشه ابجکتیولی دویدن و زندگی سالم داشتن خوبه دیگه این به من ربطی نداره نه بره مثلا شاید یه نفر اصلا دویدن خوشش بیاد خوشش هم نهد. مثلا غذای سالم بخوره با نه من نه. دویدن خوشش نهد من کنم زندگی سالم ابجکتیولی حرف درستیه یعنی نظر شخصی نیست همه باور داریم که سالم زندگی کردن خوبه دیگه یا از از علمی یه چیز مشخصی نه دیگه. شما حاضر نیست مثلا یه کاری بکنید دستت قطع شه که دوست داری سالم زندگی کنی دوست نداری مثلا 50 درصد رگای قلبت بگیره که این سالم زندگی کردن یعنی اون شاید یه سری باشه نه ولی خب یعنی اون باش یه لیمیتیشن میاد دیگه که تو مثلا غذای خیلی مثلا چرب نخوری قند مثلا زیاد نخوری ولی شاید یکی دوست داشته باشه مثلا مثل من بشینه کاسه شکلات رو بذاری یا و... علی این دوست داشته شدن هم باز به زمانش بستگی داره تو الان ممکنه رو دوست داشته باشی ولی تو بلند مدت مثلا میبینی آقا من تو که 60 ساله شد اگه تو سی سالگی این کارو نکرده بودی چقدر مثلا قلب سالم تری داشتی آره میدونم ولی میگم که آره اون که شخصیه بروبتن. رو من قبول دارم ولی نه تو این مورد سالم بودن خب یه،, یه, یه،, سری مسائل قطعا به سلیقه آدم و ربط داره دیگه ولی اینکه حالا حالا این در واقع گروهی که دویدن و تشویق میکنن و مسابقات مختلف برگزار میکنن من میگم این بخش مثبتشه اونی که حالا چه میدونم هارلی دیویدسون سوار میشه من اونم نگفتم منفیه من گفتم که حالا اول اینکه این این دویدنه که مثبته که خب اینو گفتیم چون آدم ها سالم میمونن ولی یه سری مباحث دیگه هست شخصیتیه مثلا چه میدونم شخص من خیلی شاید خوشش نیاد حالا یوگا انجام میده بره تمام کار جانبیشم انجام بده آره این شخصیه از اینم نگفتیم که لزوما بده میتونم خوب باشه دقیقا همون که تو گفتی اون حسه رو به طرف میده چون طرفی که داره اون چایو میخوره میبینه یه نفر دیگر هم اون چای رو دوست داره خب این یه مبحث مشترک دارن با هم صحبت کنن این ه... اینا رو به همدیگه نزدیک میکنه ولی نکته اینه که اینا برای کسایی سود داره که اون میزان سودی که به اونا میرسه خیلی بیشتر از میزان سودیه که به ما میرسه خب یعنی مثلا اگه این باور این کالت این ایمجین کامیونیتی اسمای مختلف روش بذاریم که حالا شما یوگا انجام میدی فلان لباس رو میخری رو در نظر بگیر ببین چقدر آدم به این باور داره شما اگه فرض کن تمام اینها یه مدل دیگه آموزش داده میشدن که عمیقا به برابری انسانها باور داشتن یعنی نه ریسیست میبودن نه سکسیست میبودن خب کدومش به صورت کلی اگه از بیرون بهش نگاه کنیم به جامعه نفع بیشتری میرسونه حرف من اینه که توی کامیونیتی بودن اصلا چیز بدی نیست ولی باید ببینیم اون کامیونیتی با چه اهدافی دیزاین شده توی کامیونیتی حالا یوزرهای اپل بودن برای شما سود بیشتری داره و برای جامعه یا توی کامیونیتی که به انسانهای ضعیفتر کمک میکنن جفتش کامیونیتی دیگه جفتش شما حرف مشترک با اونا داریم چطور اینا میتونن خودشون رو تبلیغ کنن و توی ذهن اکثریت جا بندازن که شما حالا به یه سطحی از درآمد رسیدی باید این محصولات اپل رو داشته باشی این مدل ماشین رو سوارشی این مدل تفریح مثلا توی گلف باید حتما بازی کنی اینجا یا مثلا اینجوری چرا خب اون ور قضیه نباشه چرا اون کامیونیتی نباشه که حالا شما به این جایگاه رسیدی بتونی بری کمک کنی به بقیه فصل مشترکتون آخر... کمک کردنه باشه آخه, هر کدوم کامیونیتی اهداف مختلفی داره یعنی تو الزا نباید فقط عضو به یک کامیونیتی باشی شاید تو یه, یه وچه انسانی تو علاقه اینه که به تکنولوژی و گجت های مختلف علاقه داری خب میری تو اونا اپل رو انتخاب کنی در این حال زندگی آدم واسط مهمه میخوای دست دیگران هم بگیری و یه مثلا تفاوتی ایجاد بکنی تو زندگی بقیه خب میری عضو به کالت مثلا افراد چی می افرادی که دونیشن انجام میدن میشی مثلا افرادی که دست بقیه میگیرن میشی. یعنی میتونی در عین حال عضو کالت های مختلف باشی ولی الزامن حالا و همچنین حالا این هم به نظر من یه ذره اه... یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که یه نفر که حالا رفته زحمت کشیده چه میدونم استیو جابز رفت زحمت کشید یه پروداکتی رو درست کرد یه مارکتینگ خوبی و دو... اطرافش انجام داد نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که چرا نرفت مثلا کار انسان دوستانه رو دنبال کنه واقعا علایقش نبوده احتمالا یا مثلا و که کردن. نه مثلا و اگرم شاید میرفت واقعا اصلا توش موفق نمیشد یعنی کسی که رفته مثلا یه کالتیو درست کرده حتی مثلا چه بد مثلا بگیم مثلا هیتلر یه کالت بود دیگه شاید برای خودش مثلا زده یه سری آدم بودن میخواستن یه دنیا رو بگیرن و فلان و اینا بر اون شرایط کنونی اون مثلا دنیایی که وجود داشت راضی نبودن شاید این مثلا میرفت تکنولوژی کار میکرد چرا واقعا به اونجا نمیرسید تا اینکه مثلا میخواست یه رهبری بکنه یعنی نمیشه از اون شخص شاید واقعا هنوز با اون علایقش به دنیا نیومده یا اگه هست واقعا نرفته دنبالش ولی از اونورم نمیتونیم بگیم که اونایی که مثلا رفتن انجام دادن مثلا همین کسی که لولوله منه مثلا رفته یوگا رو انجام داده کلی تحقیق کرده یه زحمتی کشیده بابتش دیگه من جایی از زحمت نکشیده من حرفم اینه که این این کالتایی که ایجاد میشه اینجوری طراحی میشه خب اینا منابع مالی دارن و صرفا طراحی میشه که منابع مالیشون رو بیشتر کنن خب صرفا برای این طراحی میشه یعنی شما کالت مصرف گرایی که ایجاد کردی حالا بعد جنگ جهانی دوم آمریکا وقتی که اینا شروع کردن به قدرت گرفتن و حالا منابع بیشتر در اختیارشون بود اه، محصول بیشتری تولید شد این محصول بیشتر رو یکی باید باشه که مصرف کنه تا قبل از اون اینجوری نبود تا قبل اون طرف یه لباسی رو میخرید انقدر استفاده میکرد که تا دیگه واقعا نش استفادهش کرد خیاط میداد درستش میکرد تا قبل اون در واقع خیلی صرف جو بودن آدم ها تا قبل از جنگ جهانی دوم بعد جنگ جهانی دوم حالا اوضاع عوض شد رو به مصرف گرایی آوردن دلیلش این بود که تولید زیاد انجام شد هنوز مصرف مصرف به اون اندازه نبود تولیدی که شد بیش از حد نیاز انسان ها بود چیکار باید میکردن باید ایده مصرف گرایی رو آموزش میدادن به مردم با تبلیغات با همین به وجود آوردن کالتا مثلا مصرف شکر توی اروپا برای آدما یه عدد خیلی پایینی بوده سرانه مصرف شکر چون اصلا شکر تولید نمی شده تو اروپا مثلا مال آمریکای جنوبی بوده خب بعد که اروپا میاد آمریکای جنوبی رو تسخیر میکنه اسپانیا یا میان آمریکای جنوبی رو میگیرن چون دیگه وارد کردن شکر خیلی راحت شده بود عدد درقامش هست مصرف شکر یهو مثلا از سرانه یا رو چونم روزی یه گرم بوده هر چیزی بوده یهو چندین و چند برابر میشه چطوری Uh, شما ولنتاین چی باید کادو بدی به آدما خرس و شکلات شکلات آره شکلاتی شکلات هم میدی توی uh, uh, چیز توی سال نو چی باید باشه حتما شکلات از این ابزارها استفاده کردن یه چیزایی رو جا انداختن که برای این کار شما باید اون کار رو انجام بدی میخوای عشقتون نشون بدی باید این کار رو انجام بدی مصرفگرایی رو بیشتر کردن خب حالا اینکه <تصف> ما داریم به این صحبت میکنیم یک علاقش تکنولوژیه باز نمیتونی بفهمی که این تنها علاقه ایه که داره این واقعا اون علاقه ایه که یعنی اون یه دونه علاقه ایه که منحصرا این دوست داره یا یه, یه چیزیه که خب ما دورورمون دیدیم آدمات اینطور خودشون رو بروز دادن و ما هم دنبال روش شدیم حالا باز اصلا بحث سر خوبی و بدی این چیزا نیست بحث سر اینه که این کامیونیتی ها طراحی شدن توسط یه سری آدم ها که هدف چی باشه افزایش سود بری کانسپیرسی تیری پخش میکنی الان ها یه سری افراد رسیدیم به همون چهار پنج نه نه, نه نه, نه من دارم با اعداد و ارقام صحبت میکنم این حرف‌های شخص من نیست مثال شکر رو براتون زدم خب, خب. من چند شکر تو اروپا جان برادم. چی؟ میگید می توسط چند نفر آدم؟ اتفاق افتاد یه تیم شاید یه نه مثال شکر رو داری میگی؟ آره آره گفتی توسط چند نفر آدم آره تاجرایی که بعد از اینکه آمریکای جنوبی حالا تسخیر شد تاجرایی که از اروپا تجارت میکردن به آمریکای جنوبی و بلعکس اونها شکر رو وارد کردن و وارد فرهنگ اینا کردن تنباکو به همین شکل ادویه های مختلف چای به همین شکل آره خب این این دیگه اعداد و ارقام دیگه این نظر شخصی من نیست تا قبل از اون نیازش نبود مصرفش هم نبود بعد از جنگ جهانی دوم شرایط تغییر کرد تولید بیشتر از حد نیاز شد پس باید چیکار کنن باید نیاز رو ببرن بالا نیاز رو چجوری بالا میبرن با تبلیغ بالا میبرن با آموزشی که حالا به صورت زمینی به ما داده میشه میبرن آره این نظر شخصی من نیست okay. اوکی آره آره اپیزود تموم شده همین من بری خونهاتون <applause> <applause> آره دیگه باعث میشه که در واقع توی اینا بودن خود ما هم تک تک ماها توی یه سری حالا این ایمجین کامیونیتی ها هستیم صدق. و دقیقا همون نکته هم که گفتیم وقتی هم توشیم نمیدونیم که توش قرار داریم خب. و اینا باعث میشه حالا شما به یک شکل در بیایی دیگه یه سری کار مشترک انجام بدی یه سری ویژگی‌ها رو به زندگی خودت سعی کنی اضافه کنی که شبیه اونا بشی گفتم لزوما هم بد نیست ولی خب یه وقتایش میتونه خیلی بهینه تر انجام بشه درسته. یک ساعت و سی دقیقه صحبت کردیم آه. دیباست میخوایم بیاونیم اپیزودو یا تیزی داری یا میخوایی جالو بینا میتونیم با... اپیزود بعدی صحبت کنیم نخواه بگو یه کامنتی میخوایی بخونم آره. چند کامنت خوبه بخونم ا... تو رفتی سرقت لیوان دوم احساس کنم لیوانت عوض شد نه یکیش شایه یکیش آبه خب آره تو ز... کالتی که ما هستیم میگم شای, شا... شای و جینجر با بخوری و کنارش آب چون شای دی های ما چای جینجر میخوری الان بله بله برای سینوس خیلی خوبه جینجر بله بله دیگه هم داره من خودم حرفایی که کارو میزد حالا بس اپل هم شد یاده رب... یاده وقتایی میفتادم که یه سری افراد خیلی افراد اپلی با افراد مثلا اندرویدی آره. یا حالا ب... آره بحثای عجیب و اینا میکردن و خب منم حالا میشد که تو اون گروه یا تو اون بحث بودم ولی صحبت نمیکردم ولی به خاطر اینکه حالا منم اپل آیفون داشتم اه، اون اه، تیم اپل مثلا منم یه جورایی میورد تو تیم خودش میگم آره مثلا ما اپلی و من هیچ موقع مثلا درک نمیکردم که آقا حالا چه دعوایی دیگه حالا ما یه،, یه موبایل انتخاب کردیم حالا چیز خاصی هم نیست ولی خب جالب بود که این مثلا انقدر مثلا غیرت دارن اینایی که اپل بازن و رو پرو دارن مثلا پلی استیشن باکس رو اون که دیگه اونم چهاره. بوش ناموس میکشن به <applause> هم دیگه یعنی اصلا اکس باکسی ها میگن پلیستیشنی حالا نوبن اونا میگن اونا یکی ها سر چیز هم هست فیفا و پس نه؟, نه؟ همه همه, چیه. همه, 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 چیز... همه چیز نه چرا همه چیز دواله اصلا این باعث میشه که پیشرفت کنن شما حزب سیاسی هم ببینید حالا توی این کشوره که حزب دارن همیشه دو تا حزب اصلی هست خب این اتفاقا باعث پیشرفت اونا میشه و آدما مثلا هر خودشون رو شخصیت خودش رو بر مبنای اون حالا حزب گروهی که توشه تعریف میکنه نه نوشابه تو میخوری بحثی میشه تو کوکاکولا بیشتر یا پپسی مثلا از من میپرسم مثلا خیلی فرقی هم حس نمیکنم ندارم. به قول ایمان پیپسی. زرد و مشکی آره ما آره, آره نمیدونم پروسسور میخری اینتل و ای ام دی نمیدونم جی پیو میخری دوباره انویدیا و فلان <تصفح> این... ای... <تصفح> <تصفح> این دوگانه اینجا این چیز پادکست آه... خودکست نه فری اکانومیکس اصلا یه قسمت راجع به این موضوع رفت دواپولی اگه اشتباه نکنم بود اسمش اون رو گوش بدید با حاله آره آقای سری کامنت بخونم بس این اپیزود از یوتیوب میخونم آه، اپیزود که کی... ایمان رفت واسه مارادونا من خودم شخصا خیلی اپیزود حال کردم ایمانم خیلی خوب اجرا کرد بیوگرافی آقای مارادونا خودم واقعا نمیشاختم من خودم, آره خودم... من خودم, 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 خودم خیلی چیز یاد گرفتم سمیر گفته که عالی بود به خاطر اطلاع مفیدی که در هر پادکست به اشتراک میذارید ممنونم محسا گفته بود که کارون من از روشی که یاددادی استفاده کردم یا اکسرالمون بعد پنج ما شفا گرفت. ببین صبح رفتم تلگرام یکی هم بر من عکس فرستاده بود که سه رو گرفته بود رو یخچال من آره اونه که حتما انجام خیلی کمک میکنه من یه آپدیت جدیدم دارم بهتون بگم راجع یخچال اگه یخچالتون حس کردید خیلی صدا داره میده یعنی لرزش خفیف دیدی میکنه موتور که روشن میشه اون شما باید پایش کنه پایش پایش رو باید تنظیم کنی اون روز فر... فرزاد یه صدای عجیبی داد آره. ببین <تصح>. یخچال دو, دو تا در واقع بخش عقبشون روی دو تا چرخه که تو اینو بتونی جلو عقب کنی ولی جلویا ها میتونه روی چرخ باشه میتونه روی پایه باشه خب آره که اونو میچرخونی وقتی که گذاشتی جاگیر شد باید پایه رو بیاری بیرون که دیگه چرخ فعال نباشه اگه رو چرخ باشه موتور روشن شه ویبره میره اینجوری اون صدا لرزشه میاد پایه رو میدی بیرون این که پایه که اکتیو بشه این چون خیلی ثابت میشه دیگه اون صدا نمیاد هواستان باشه تو دنده نباشه آره اون فاطور از کلا نه آخه مشکل اینه که برا من لرزش نداره برا من یو مثلا میگه تا نه اون صدا آیس میکرشه میکنه مثلا یهو بلند میشه یه اینجوری میکنه و آره دوباره برمیگرده سر صدا اون صدا آیس میکره اون و اینا هم به اون هست اونو کارش نمیتونید بکنید ولی اون لرزش خفیفه با پایش شما میتونید مشکل رو برطرف کنید یه دونه یه بود تو اینستاگرام داشتم نگاه میکردم از این ویدیوهای دار و اینا گذاشته و شیرازی با شیرازی میگو. وسایل خونه ما دیگه خجالت هم نمیگشن یه ها بلند هم شیم همه جای خونه داره صدا میاد آره ما, ما پنجره همون هم قلنج میکنه آره آره, بودین دیدین دیگه بله اینجا ما همینجوری هم چون هم. هم خونه گرم بیرون سرد یا تاقی صدا صدا باشه. آقا این اطلاعات کاران در مورد یخشایی کمی نگران کننده است چرا؟ دیگه رفتی تا تا یخشا در آوردی پایش چی میشه اینا ما به صورت پاره وقت میتونیم خدمات رو کنیم خدا من من میتونم میام یخچال رو تعمیر کنم من فقط میتونم تو مووینگ ها شرکت بکنم اگر که شست و شوی ماشین رو دارید انجام میدیم خدمات خودکز فرض جان شما کاری دارید میتونی بلدی من تو همه موارد میتونم کمک کنم فرزاد اون سری تخصصی مووینگ انجام میده من اصلا بلدم توی بیزنسش بودم مسلطه سمانه زیر هر دوتا اپیزودمون نه. کامنت گذاشت رو یوتیوب زیر اپیزود اپیزود که فرهاد خاطره رانندگیش رو تعریف کرد که آخرش گفته او میاو بعد ریاکشنش این بوده که به نظرم یه اپیزود راجع به فرهاد برین کلا و کلا باید, مطالعه کنیم فرهادو نیازه در مورد ابزادی که با فیکا کستم رفته بودیم سمانه باز گفته بود من اگه طرف مقار... مقابلم همه تیپش تیپش هم اوکی باشه ولی کفش خوب پاش نباشه اصلا از چشم میفته تو نگاه اول به این مورد خیلی توجه میکنم این من زیاد شنیدم که داره. کفش باید تمیز باشه و اینا حالا من خودم زیاد عرقی ندارم به کفش ولی خب منم دقیقا شنیده بودم دوست. من خیلی شنیده بودم خیلی شنیده صدا رو میشنوی؟ صدا نشدم نوری رو دیدم جواب جا, جا شد ولی نمیدم صدا نم انفجار نور امروز روز خاصیه؟ امروز گفتم دیگه چیه؟ <تصفح> این شوخی های پدر درست یادی داره تو <تصفح> جاهای عجیبی اتفاق <تصفح> میفته من یه فقط اون رو داشتم برای یکی از همکاران میگفتم منو فراد این شوخی که مثلا پدر من فلان پدر فلان خیلی انجام میدیم بعد موقعی که داریم بازی میکنیم و اینا این دیگه خیلی زیاد میشه بعد من چند, چن روز پیش رفتم رفتم بال مرغ بگیرم از سیوان فود از این سوپرمارکت دم خونم بعد دو تا مزه داشت یکیش مثلا تند بود یکیش بود میپل اند بیکن خب بعد اون کسی که داشت حساب میکرد چیز منو یه خانم ایرانی بود و ایشون فکر کردن که مثلا باید به من بگن که تو این بیکن داره و نگاه که گفتن که میدونی تو این بیکن داره دیگه بعد تو زنم اینطوری پرورنده که خب میخواستم من بهش بگم آره پدر من که اصلا هر رو می من اینا رو از بچگی ما دادن من گفتن رو بریه میخوای بگی یعنی خودم رو نگه داشم. از این حرف احمقانه ای که بزنم ولی آره خانومه اینطوری کرد که میدونی که توش بیکن داره دیگه گفتم بعد در جهن هستم ممنونم من که یاد آوری کردی از کنید بریم خیلی هم عالی عزیزان ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه اپسوی دیگه برمیگردیم خدافیز 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 خدا عالی شد خب ببندیم که این سیف بکنه و دوره بیم دیگه من یه این بایدی دیگه چجوری سیف کنیم اینو Command. اکسپورت دیگه اکسپورت ام پی چی؟ استاپش کن بعد بالا فایل اکسپورت آه, از ام پی چی؟ اون هم شاید بتونید من اکسپورت میکنم من اکسپورت کردم مرسی علیه بچه ها hey, um. مرسی Allez. مرسی باش من یه این وایتی دیگه آردی فرستادم دیگه دارید تو آره آره دیدم دیگه دید. دید. مرسی خیلی